پایگاه اطلاع رسانی راسخون. بچه قوی و سالمی نمی شد. کم کم روزهای سخت گذشت و غلام حسین بزرگ شد. بیشتر اهل کاغذ و قلم و فکر بود. دوست داشت به جوانهای روزنامه جمهوری اسلامی بپیوندد. در طول چند ماه خبرنگار زبده‌ای شده بود. حالا دیگه دنبال آدم می‌گشتی، یعنی آدمایی که بتونن در این بنیانگذاری اطلاعات به ما کمک کنن. دیدم خیلی جوان و با استعدادیه. به دوستان پرسنلی هم گفتم که دیگه ایشون حسن باقری هستن. و روز 31 شهریور سال 59 خیلی زود از راه رسید. غلام حسین دوربینش را آماده کرده بود تا برای عکاسی و تهیه خبر به جنوب برود. ناگهان به یاد یکی از دوستانش در اطلاعات سپاه تهران افتاد و با او تماس گرفت. ماشینشان یک جای خالی داشت. بچه های اطلاعات تهران که رسیدند، یک راست رفتند سمت گلف. از میان جمع محسن رضایی غلام حسین را شناخت. همانجا و بدون هیچ مراسم خاصی مسئولیت اطلاعات ستاد را موقتاً به غلام حسین سپرد تا بعداً فکری برایش بکند. البته آن روزها فقط اسم اطلاعات را یدک می‌کشید. تنها چیزی که در آن پیدا نمی‌شد اطلاعات بود. حسن باقری دست به کار شد. حرف و حدیث درباره دشمن زیاد بود. می گفتند سربازان تنومند و پرشماری دارد و ارتشش از سلاح‌های جدید و متنوعی استفاده می کند. خلاصه فضای رعب بود. اغلب دلیل ترس ناآگاهی است. حسن باقری دنبال دانستن بود. فرماندهان را موظف کرد که در هر محور تیم‌های شناسایی درست کنند و گزارش‌های روزانه بیشتری از جبهه دشمن ارائه دهند. او از نیروهای شناسایی خواست مخفیانه از خطوط دفاعی دشمن عبور کنند و خود را به پشت جبهه آنها برسانند. گفاریان جان، خمسه را باید پیدا بکنید. کار این تیم شناسایی جوان باور کردنی نبود. آتش توپخانه‌ای که چندین هفته باعث رعب و وحشت شده بود خاموش شد. یک جوان نحیف و کم تجربه که با دوربین خبرنگاریش به جبهه آمده بود، در طول 3 ماه سیستم اطلاعات رزمی قدرتمندی به وجود آورد که توانایی‌هایش باورپذیر نبود. حالا وقتش رسیده بود که این اطلاعات در صحنه نبرد به کار گرفته شود. فرمانده نیروهای مسلح بنی صدر بود. او با حضور نیروهای داوطلب و مردمی در جبهه مخالفت می‌کرد. ولی عملیات نظامی در ماه‌های اول جنگ یکی بعد از دیگری شکست می‌خورد. در این وضعیت دشوار حسن باقری وارد صحنه شد. حالا نوبت جوانهایی مثل او بود که بعد از ناکامی‌های مکرر در جبهه افق تازه‌ای باز کنند. Thank you.
زمستان سال 59 عملیات‌های تهاجمی ایران در سه ماهه اول سال 59 یکی پس از دیگری شکست می‌خورد. توان نظامی ارتش عراق بیشتر از ارتش ایران بود. روش‌های معمول جنگ رو در رو به نتیجه نمی‌رسید. اما بنی صدر میانه‌ای با روش‌های مبتکرانه نداشت و روی حرفش پافشاری می‌کرد. در چنین شرایطی فرماندهان ارتش طرح بزرگترین عملیات تهاجمی ایران را آماده می‌کردند. دیماه آن سال عملیات دیگری در پیش بود. شهید باقری پرسیده بودند از فرماندهان ارتش که خیلی خوب شما زدید به خط هویزه، شکستید، رفتید داخل، ادامه هم دادید، یعنی خط رو شکستید، تعاقب هم کردید با زرهیتون، رفت تا کجا میخواید برید؟ تو این دشت شمال بصره، بین بصره و اهواز که حدود 80-90 کیلومتر 100 کیلومتره، تا کجا میخواید برید؟ شما که با یه لشکر 16 زرهی نمیتونید یه سرزمین به این وسعت رو تصرف کنید. وسط را میخواید بمونید دیگه، میخواید یه شب صبر کنید. خب اون کجا میمونید؟ حالا تو استراتژی میگن خط خیز. این خط خیزی که تعریف میکنید روی کالک و نقشه، رو زمین عارضه‌ای وجود داره تو این دشت پهناور یا نه میخواید برید؟ نه، گفتم میریم تا شط العرب، میریم 100 کیلومتر میریم. شما تو با معلومه نمیتونید برید این مقدار مسیر رو، که حتما نمیتونید برید. و اینا جوابی نداشتن بدن. کدومن حالا میریم؟ برای او که موقعیت و آرایش نظامی دشمن را میشناخت، این عملیات حرکتی پر مخاطره بود. اما طراحان این عملیات نظامیانی کارکشته و با تجربه بودند و حسن باقری از نظر آنها جوانی خام و کم تجربه به حساب میآمد. پسرک 25 ساله‌ای که همین چند ماه پیش دوربین خبرنگاریش را زمین گذاشت و خود را به میدان جنگ رساند. در چنین شرایطی عملیات نصر در منطقه کرخ کور و هویزه آغاز شد. حرف آدم‌هایی مثل حسن باقری در آن روزها خریدار نداشت. عملیات رو شروع کرده بودن، خط هم شکسته بود، اسیر هم گرفته بودن، غنیمت هم گرفته بودن، رفته بودن تو این دشت، ادامه داده بودن به سمت جنوب هویزه دیگه. این اومدش تا منطقه حوالی جوفه، همین جایی که شهید علم الهدا و اینها دفن هستن، تا اینجا اومده بود. خب واحد پاتک کننده دشمن به اینا رسیده بود، یعنی تیپ 10 زرهی و یه سری واحدهای لشکر 6 و لشکر 5 عراق رسیده بود، شروع کرده بود با اینا جنگیدن. اینا هیچ جان پناهی نداشتن، تعدادی از تانکا خورده بود، بقیه احساس کرده بودن که اینجور پیش بره همه تانکا میخوره، عقب نشینی و در هم ریختگی نیروها و جاموندن یه عده و شهید شدن و اسیر شدن و اینا پیش آمد. تلخی ماجرا در این بود که به دلیل نابسامانی اوضاع دستور عقب نشینی به بعضی از واحدها ابلاغ نشد. یکی از یگانهایی که گرفتار پاتک سنگین عراقی ها شد، یگانی بود که در نزدیکی هویزه عمل میکرد. آنها بیخبر از عقب نشینی تانک ها و نیروهای خودی به درگیری با عراقی ها ادامه می دادند. فرمانده این گروه کوچک حسین علم الهدا بود. وقتی متوجه ماجرا شدند که دیگر خیلی دیر شده بود، تانک‌های عراقی از پشت با آنها هجوم آوردند. آنها در این دشت تنها مانده بودند و هیچ جان پناهی نداشتند. ماجرای آن روز هویزه پایان تلخی داشت.
این اتفاق به شدت روح حسن را آزرده کرد. او بازماندگان این حادثه را که به طور معجزه آسایی زنده مانده بودند پیدا کرد و از آنها خواست که گزارش کامل وضعیت آن روز را برایش بنویسند. این گزارش ها هنوز بعد از 32 سال سند دقیقی از اتفاقات تلخ آن روز است. در پناه جاده خوابیده بودم، دست در جیب های خود کرده و هرچه کارت و ورقه از سپاه داشتم پاره کردم و رویشان خاک ریختم. حتی 1% هم امکان نجات به خودمان نمی دیدیم. وحشت سراپای همه بچه ها را گرفته بود. همگی مرگ را در چند قدمی خود می دیدن. کشته شدن برای من مهم نبود، ولی این طور قتل عام شدن بدون اینکه بتوانیم هیچ ضربه ای به آنها بزنیم و حتی یکی از آنها را بکشیم خیلی سخت و دردناک بود. در همان حال دیدم که دیدبان ارتش حدود 2 متری من نشسته و هی دارد فوش می دهد. میگوید چرا به من نگفتند و عقب نشینی کردند؟ من که بیسیم داشتم، چرا من را اینطور گیر انداختند؟ یکی از برادران به نام خیرالله مهدی که از تهران آمده بود در 1 متری جلوی من بود. ناگهان 1 تیر آمد و خورد به کلاهش. او کلاهش را برداشت، خون همینطور از سر و صورتش به روی لباسهایش میریخت. تیر به پیشانیش خورده بود و از عقب سرش در آمده بود. هنوز داشت حرف میزد ولی زبانش گیر میکرد. می گفت بچه ها مرا هم با خود ببرید و نگذارید من اینجا بمانم. همش در فکر خانوادم و مخصوصا مادرم بودم. می دانستم که اگر من در این بیابان بمیرم او از غصه حتما ده خواهد کرد. خدا شاهد است که من شخصا از کشته شدن هراسی نداشتم. هی از خدا کمک می خواستم و می گفتم به مادرم رحم کن. حسین علم الهدا و دوستانش به شهادت رسیدند چون هیچ کس به آنها نگفته بود که باید عقب نشینی کنند. خواندن این گزارش ها حسن را عمیقا ناراحت کرد. از نظر او این شیوه جنگ درست نبود و قطعا به نتیجه نمی رسید. ما مهر، آبان، آذر، دی بیشتر منتظر اقدامات بزرگ برادران ارتش بودیم که حالا خب تحت امر فرمانده کل قوای به نام بنی صدر رئیس جمهور کشور می جنگیدن و 4 تا عملیات کلاسیک بزرگ هم انجام دادن که متاسفانه هر 4 تا عملیات هم شکست خورد. یک روحیه یأس و ناامیدی رو تو جبهه حاکم کرد و تو کشور حاکم کرد. حالا اون کسایی که اطلاع داشتن که عملیاتی انجام شد با این وسعت، هیچ ما پیروزی به دست نیاوردیم. ما یه تعدادی اسیر دادیم، یه تعدادی شهید دادیم، مفقود شدن، جسدشون هم نیومد. و ارتش که نسبت به اونچه که بلد بود تردید کرد، یعنی احساس کرد که هر اونچه که بهش یاد دادن و فکر میکرده که به این روش میتونه با عراق یا به جنگه، این که فرو ریخت. روش جدیدی هم وجود نداشت. یک ناامیدی بر جبهه به این ترتیب حاکم شد. ما بعد از اصلا این شکست ها بود که یه شوکی به ما وارد شد و ما رفتیم تو فکر و چون دستور هم داد باز بنی صدر به ارتش ما که شما دیگه استراتژی آفندی رو بگذارید کنار و این آغاز استراتژی دفاعی و یا پدافندی ارتش ماست. یعنی به گونه ای اصلا این دستور ایشون ابلاغ شد و گسترش پیدا کرد که همه درک کردیم و این برداشت رو کردیم و این ادراک رو پیدا کردیم که دیگه بنا نیست کار بزرگ علیه دشمن صورت بگیره. این اصلا گفته میشد. دیگه اون 4 تا عملیات بود و گذشت. حتی بنی صدر هم فهمیده بود که قوای نظامی ایران دیگر توان حمله ندارند. برای همین دستور داد که نیروهای خودی آرایش دفاعی بگیرند. در چنین شرایطی بود که کم کم تفکر تازه‌ای شکل می گرفت. حسن باقری و دوستانش اهل دست روی دست گذاشتن نبودند. سوال‌های زیادی در ذهنشان به وجود آمده بود. با چه روشی باید با عراقی‌ها جنگید؟ تنها شیوه موفقیت‌آمیز در طول این چند ماه شبیخون‌هایی بود که نیروهای مردمی به عراقی‌ها زده بودند. بس همین بود که چیکار باید بکنیم؟ آیا نمیشه شیوه های جنگ رو تغییر داد؟ آیا حتما ما باید همون عملیات های مثل نصر، مثل هویزه رو انجام بدیم؟ حتما 2 لشکر زرهی باید آرایش بگیره، بعد با پشتیبانی آتش و توپخانه سنگین و بدون غافلگیری و آتش تهیه سنگین و مثلا اینجوری باید حتما عملیات بشه؟ نمیشه یه جوری دیگه علیه این دشمن عملیات انجام داد؟ نمیشه به جای روز شب حمله کرد؟
نمیشه از غافلگیری استفاده کرد، نمیشه مثلا ابتدا آتش توپخانه نریخ، نمیشه حالا تانک به کار نگرفت در روز ساعات اولیه، تانک دنبال پشتیبان بچهای پیاده باشه. همطور سال تو این جلسات ما حرف میزدیم. اینجا این شکل میگیره که آقا باید استراتژی جنگ، استراتژی عملیاتی جنگ تغییر کند. سپاه در جنوب به ما میگفت که ما میتونیم پیروز بشیم و در این گفتن حسن خیلی نقش داشت که همین دشمنی که اینقدر پیشروی کرده، این در فلان نقاط این قابل ضعیفه و میشه باش برخورد کرد. یا ما شبانه که حمله میکنیم، ما پیشروی‌هایی به دست میاریم، یه جایی دشمن فرار میکنه. و وقتی این خبرها به امام میرسید، خب امام میفهمید پس این دشمن اون انگیزه اونچنانی هم نداره که میگن که اینا متحدیره، یه جنگ روانی داره علیه ما میشه. جبهه دشمن جبهه ضعیفی هست. در جبهه جوانترها درباره تغییر استراتژی حرف میزدند، ولی در تهران کسی گوشش به این حرفها بدهکار نبود. تلاش محسن رضایی هم فایده‌ای نداشت. بنی صدر حاضر نبود بپذیرد که طرحهایش در جنگ شکست خورده است. همزمان با این اتفاقات، گروهی جوان خوشفکر در گلف مشغول طراحی عملیات بودند. عملیاتی که بتواند درستی ایده‌هایشان را اثبات کند. حالا اطلاعاتی که حسن در طول این 5 ماه جمع کرده بود، خیلی به کار می‌آمد. طرح عملیات که کامل شد، حسن چند روزی را به تهران آمد. همان موقع بود که ماجرای 14 اسفند سال 59 اتفاق افتاد. رکود در جبهه ها باعث شده بود که دعواهای سیاسی اوج بگیرد. پای ثابت همه این دعواها آقای رئیس جمهور بود. 14 اسفند بنی صدر در دانشگاه تهران سخنرانی داشت، 14 اسفند 59، و اتفاقی ایشون هم تهران بود. به من گفتش که بریم دانشگاه تهران. رفتیم. خب اون روز هم درگیری شد در دانشگاه تهران. جمعیت زیادی توی زمین چمن که اون موقع هنوز سقف نداشت جمع شده بود و ایشون داشت صحبت میکرد. از ابتدای صحبتش هم صحبتاش پر از کنایه و درگیری، یعنی تحریک و اینها بود. جناح مخالفش بچه حزب‌اللهی هم جمع شده بودن. یه عده‌ای از بچه حزب‌اللهی ها رو از کنار کتابخونه مرکزی دقت کرده باشید، از بالا میندازنشون پایین، پرت میکنن پایین و درگیری‌های زیادی اتفاق افتاد. هنوز گروه‌های سیاسی در تهران مشغول بگو مگو با یکدیگر بودند که حسن باقری دوباره به جبهه برگشت. طرح کامل شده بود و همه آماده اجرای آن بودند. قرار بود عملیاتی با شیوه جدید انجام شود. عملیات امام مهدی 26 اسفند 59 غرب سوسنگه، یه عملیاتی است با جمعیت 120 رزمنده. این سردار جعفری که الان فرمانده سپاه هستن، فرمانده عملیات سوسنگه بودن. خب عملیات انجام شد، یه تعدادی اسیر گرفتن، یه سرزمینی رو آزاد کردن. عراقی‌ها 2-3 کیلومتر رفتن عقب، از غرب سوسنگر، از رودخونه مالکیه چسبیده بودن به رودخونه دیگه، رفتن یه قدری عقب‌تر. اصلا یه شکفتگی تو جبهه ها ایجاد کرد. بلافاصله اینا تمام فرمانده محور رو جمع کردن، گفتن دیدید میشه، دیدید اینجور نیست که هر عملیاتی شکست بخوره. ما نه نیاز به تانک داریم، نه نفربر، یه قدری ارتش پشتیبانی آتش بکنه، خودمون هم خمپاره داریم. اصل عملیات همین بسیجی ها و سپاهی ها اون هستند و توانایی شما در شناسایی دقیق و باز کردن میدون مین، غافل گیر کردن دشمن، رفتن به پشت سنگر دشمن، نجنگیدن مستقیم با تیروار دشمن و شکست دادن خط دشمن. عملیات کوچکی بود، اما پیروزی در آن نشان داد که با شیوه جدید امکان شکست دشمن وجود دارد. هنوز خیلی ها حاضر نبودند بپذیرند که این ایده کارساز است. حسن باقری جوان سمجی بود. او طرح تغییر استراتژی جنگ را با همه در میان می‌گذاشت. عید آن سال خیلی از مسئولان کشوری برای سرکشی به جبهه آمدند. حسن سعی می‌کرد که آنها را در مورد عملیات با شیوه‌های جدید متقاعد کند.
دوشنبه سوم فروردین 1360. مطرح کردیم که این نوع جنگ فایده ندارد، ولی ایشان گفت من این نظر شما را فقط به عنوان یک نظر قبول میکنم و صحبت را ادامه ندادیم. چهارشنبه پنجم فروردین 1360. صبح جلسه فرماندهان عملیات بود که محورها را با جزئیات توضیح دادم. برادر رحیم صحبتی راجع به کارهای جزئی کرد. من تذکر دادم که باید به خود جرأت داد. این نوع جنگیدن به درد نمی‌خورد. استراتژی این جنگ باید عوض شود. مسئولان کشور هنوز مطمئن نبودند. چطور میشد پذیرفت جوانهایی که هیچ دوره نظامی ندیدند بتوانند عملیات طراحی کنند، آن هم با شیوه های غیر معمول؟ اما آنها تجربه موفق کوچکی داشتند که نشان میداد توانایی این کار را دارند. در پایان ماه ششم جنگ اطلاعات عملیات جبهه خوزستان شکل گرفت. یعنی دیگه حسن باقری نقشه جنگی داشت، یعنی حرکات دشمن رو باید پیش بینی کنه و بیان کنه. این قدرت رو دیگه حسن داشت. فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز تغییر کرد. ما خب به اصطلاح برای تبریک به این فرمانده عزیز بلند شدیم، سه نفری آقا رحیم صفوی و بنده و شهید حسن باقری رفتیم تو مقر لشکر 92 زرهی. یه شبم بود. خوفم تبریک گفتیم و نشستیم و یه تبدیل شد به یه جلسه اصلا نظامی. حالا کیه؟ پایان سال 59 و ابتدای سال 60. شاید مثلا هفته اول مثلا فروردین ماست که بین لشکر 5 مکانیزه و لشکر 9 زرهی دشمن در سوسنگرد و بستان هنوز الحاقی صورت نگرفته. یعنی این دو تا لشکر به هم دیگه متصل نشدن. بین دهلاویه تا هویزه یه فاصله 30-40 کیلومتری از دشمن بود که ما تا هور رفت آمد میکردیم، حتی از هور به پشت دشمن هم شناسایی میرفتیم. خب حسن باقری رفت پای نقشه، توضیح داد، گفت دشمن اینه، این استعداد لشکر نو، این لشکر پنجه، این اقدامات رو، آخرین تحرکات دشمن اینه، گفت بعد دست به یه پیشبینی زد. ایشون پیشبینی کرد، گفت تا 20 روز دیگه، یک ماه دیگه عراقی ها این دو جبهه رو به هم وصل میکنن. آمد گفت لشکر 9 زرهی و لشکر 5 مکانیزه ارتش عراق به زودی در داخل خاک ما الحاق انجام میدن و نقطه جفیر به نقطه چذابه و چنانه وصل خواهد شد و دشمن از داخل تدارک خواهد کرد. به این حرف سنگینیه. حتی من یادم اون شب شهید نیاکی گفت که مثلا برادر باقری، خب رودخانه نیسان و کرخکور چه میشه؟ گفت پل خواهد زد. و این اتفاق افتاد. یک ماه بعد این کار کامل شد. این پیشبینی با اتکای به او اطلاعات محورها به دست می اومد و یک قوه جنبندی، یک توان تجزیه و تحلیل که خب کار هر کسی نبود. یعنی همه جمع اونجا وجود داشتن، فرماندهان سپاه، فرماندهان ارتش، کسایی که سابقه طولانی تو ارتش تو آموزش و کارهای نظامی داشتن، رزمایش‌ها و مانورهای زیادی رو دیده بودن، آموزش خارج دیده بودن، اما همچی پیشبینی رو کسی نکرد. وقتی ایشون گفت کسی پذیرفت ازش؟ خیلی با تردید برخورد میکردن. ممکنه من چرا؟ نه این خطرناکه، نمیکنن این کارو، شواهدی دیده نمیشه. اون موقعی که ایشون گفت هنوز شواهدی هم دیده نمیشد، اما این اتفاق افتاد. شناخت حسن از دشمن بیش از آن چیزی بود که تصور میشد. آن روزها تیم سه نفره حسن باقری، رحیم صفوی و غلام علی رشید ایده های بزرگتری در سر داشتند. اردیبهشت آن سال آنها در خلوت خود روی طرح حمزه کار میکردند، طرحی که هدفش شکست محاصره آبادان بود. طرح عملیات شکست نصر آبادان را تو ستاد عملیات جنوب با کمک سردار رشید شهید از این واقع ترزی کرده بودیم، بردیم تو شورای عالی دفاع که اون زمان بنی صدر بود، آقای مازن رهبری به عنوان نماینده حضرت امام بود، آقای هاشمی بود. تو اونجا بنی صدر مقاومت میکرد که این طرح تصویب نشه. تلاش حسن و دوستانش به نتیجه نمیرسید. بنی صدر با اجرای طرحشان موافق نبود. کارها خوب پیش نمی رفت. فصل بهار بود و برای آدم نحیف و کمبنیه‌ای مثل حسن حساسیت فصلی هم دردسر درست می کرد. سه‌شنبه 11 فروردین 1360. حساسیت خیلی اذیتم کرد. شب 4 تا قرص گرفتم که 2 تایش را خوردم. خیلی ها یادشان رفته بود که او همان غلام حسین افشاردی چند سال پیش است. کودک نارسی که دکترها امیدی به زنده ماندنش نداشتند.
جنگ باعث شده بود که همه این موضوع را فراموش کنند. پرکاری آن روزهای حسن در این فراموشی بی تأثیر نبود. اگر وقتی پیدا می کرد به کارهای شخصیش هم می رسید. چهارشنبه نهم اردیبهشت 1360 صبح من قدری لباس شستم و جلسه عملیات را حمید معینیان رفت. در شرایط آن روز کشور امیدی برای اجرای یک عملیات بزرگ وجود نداشت. با این حال نیروهای مقاومت عملیات‌های چریکی محدودی در جبهه‌های مختلف انجام می‌دادند. آنها به هر شکل ممکن به عراقی‌ها صدماتی می‌زدند. آن روزها حسن بیشتر مشغول کار شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات برای همین گروه‌های کوچک بود. یعنی دوستانی هستن که تو جبهه دارخوین میگن که شهید باقری اومد با ما رفتیم شناسایی، حتی تو خونسا کردن میدان مین توی دارخوین با هم بودیم، که قبل از عملیات فهمده کل قوا، یعنی قبل از عملیات 28 خرداد سال 60 ایشون میرفت با دقت توی جبهه بالای دکل دیدبانی یا تو پشت خاکریز و تو شناسایی های شبانه با فرمانده گردان، گروهان و فرمانده محور روی راهکارهای عملیاتی بحث میکرد، به اینکه آیا ما نمیتونیم از کنار رودخونه تون، حاشیه تون، علفا مثلا یه گروهان رو از اینجا بفرستیم، راهکارهایی که پیدا کردید کجاست به من بگید. اینا میگفتن مثلا سه تا شیار پیدا کردیم که توش هم علف رویده بود، میگفتن مثلا سه تا کانال داریم میره به سمت این خاکریز عراقی، میگو بریم. میرفتن با هم دیگه شناسایی میکردن و ایشون مطمئن میشد که این راهکار راهکار خوبیه. 10-15 تا از این راهکارا کنار هم می اومد، ایشون میومد از بالا هم نگاه میکرد، بعد میومد رو نقشه شروع میکرد به پیاده کردن این طرح، به این که ما از کجا بریم که دشمن را دور بزنیم. این یک تاکتیک بسیار اساسی تو عملیات های سپاه بود، یعنی توپخانه دشمن بعضن زودتر از خط مقدم درگیر میشد. وقتی دشمن قرارگاه فرماندهیش و توپخانهش درگیر میشد، او خط به راحتی سقوط میکرد، چون فرمانده گردان تو خط، فرمانده گروهان تو خط با بی سی میخواد صحبت کنه، فرمانده تیپ صداش لرزان، خودش قرارگاهش در حال سقوطه، میگه آتیش توپخانه بریزید، توپخانهش داره سقوط میکنه، خونپاراش داره سقوط میکنه. و وقتی عراقیه میدید که یک گردان یا یک تعدادی از پشت سرش دارن الله اکبر میگن، اصلا روحیه‌ای برای جنگ نمیمونه. به این ترتیبی طرح شکل گرفت. در غرب سوسنگر چند عملیات شد، در الله اکبر شد، در شوش چند عملیات شد، در غرب دزفول چند عملیات شد، در آبادان، تپه‌پایین، مدن و اینها عملیات شد، شمال خرمشهر هم عملیات شد، یعنی 25 عملیات انجام شد. تو هر کدوم این عملیات ها اعتماد به نفس چند برابر شد، تعداد زیادی فرمانده تربیت شد، اشکالات و نقاط ضعف واحدها پیدا شد، راهکارهای خیلی زیادی فرا گرفته شد، ترس زیادی به دل عراقی‌ها انداخته شد. عراقی‌ها دیگه تا شب نمی‌خوابیدن، تا شب نمی‌خوابیدن، صبح که می‌خواست بشه یه ساعت مونده به اذان می‌گفتن دیگه تموم شد، می‌افتادن می‌خوابیدن، همون موقع بچه‌ها می‌ریختن سرشون. اکثر این عملیات ها نزدیک صبح بود. اواخر خرداد سال 60 عملیات دارخوین در شرق کارون با موفقیت کامل به انجام رسید و بخشی از جاده اهواز به آبادان آزاد شد. چند روز بعد خبر عزل بنی صدر منتشر شد. این دو اتفاق می توانست راه را برای اجرای عملیات شکست حصر آبادان هموار کند. حسن و دوستانش دوباره امیدوار شدند. بنی صدر که رفت، شورای عالی دفاع با طرح عملیات موافقت کرد. حالا حسن باقری، رحیم صفوی و غلام علی رشید باید تلاش می‌کردند تا از نظر فنی فرماندهان ارتش را برای اجرای این طرح متقاعد کنند. فقط گفتن که این طرح طرح سپاهه، باید داره لشکر 77 هم باشه، ما هم بشه که دو ماه با شهید باقری ما می‌رفتیم از اهواز گلف یا پایگاه منتظران شهادت می‌رفتیم ماهشهر، ستاد لشکر 77 بود، خیلی اذیت شدیم. اصلا ارتش معتقد بود نمیشه اینطوری وارد عمل شد. ایجاد اعتماد در واحد ارتش که عملیات سامان الائمه شدنی است و میشود دشمن رو در غرب کارون، شرق کارون شکست داد، 3-4 ماه طول کشیده. او جلساتی که میگفتم سردار صفوی، شهید باقری یا سردار رشید مثلا میرفتن آبادان رو میومدن، میرفتن جاده ماشر رو میومدن، برای این بود. اینا طرحشون رو داده بودن، شورای عالی دفاع گفته بود ارتش قانع کنید که میشه عملیات کرد، میشه عملیات موفق.
اینا 10-12 جلسه رفته بودن با ارتشیا بحث کرده بودن که قانعشون بکنن که میشه عملیات موفق کرد. قانع نمیشدن. نه دیگه، اشکال میگرفتن. چون ببینید اون ضربات روحی که خورده بودن، حالا هم ارتش هم سپاه، ضربات بزرگی بود. جلسات سنگین و طولانی برگزار میشد. بعد از شکست‌های سال گذشته چشم همه ترسیده بود. حسن باقری و دوستانش سخت کار می‌کردند تا همه اشکالات برطرف شود. آنها فقط روزی چند ساعت می‌خوابیدند. بعضی وقتها در بدترین جای ممکن خوابشان می‌برد. مثلا موقع رانندگی. یه دفعه هم با ایشون داشتیم برای شکست نصر آباد می‌رفتیم ماهشهر. همونجوری که بهتون گفتم 2 ماه این جاده رو رفتم. همه خسته بودن، هم ایشون خسته بود، ولی ایشون پشت ماشین نشست. من تو راه خب گرفتم خوابیدم، طبیعتاً جلو هم نشسته بودن. یه دفعه دیدم ماشین رفت تو جاده خاکی و یه مسافت زیادی رفت و خب طبیعتاً از خواب پریدن. دیدم ایشون خیلی خوشحال داره میخنده. گفتم آقای حسن باقری، خب تو که خوابت گرفت، منم خوابم یعنی. و خیلی راحت با وسائل، خیلی خوب راحت، اصلاً انگار نه انگار. با همه کمی وقت و مخالفتی که وجود داشت، حسن مصر بود که همه اشکالات طرح برطرف شود. اوایل مرداد دیگر اشکالات طرح برطرف شده بود، اما هنوز اراده کافی برای انجام آن وجود نداشت. اوضاع کشور به شدت به هم ریخته بود. موج ترور و خشونت در پایتخت جریان داشت. دیگر کسی روحیه جنگیدن نداشت. همه بهانه می آوردند. این وضعیت برای آدمی مثل حسن می توانست بسیار ملال انگیز باشد. البته به تازگی مسئله پیش آمده بود که ذهنش را مشغول می کرد. شنبه 10 مرداد 1360. این روزها کلن خلوت است و کار زیادی نداریم. من هم زیاد حوصله ندارم. یعنی مانند حالتی شدم که دست و بال انسان را ببندند. اگر مسئله فکری ازدواج نبود، واقعا منفجر می شدم. موضوع ازدواج را قبل از همه با خواهرش در میان گذاشت. برای او، حسن هنوز همان غلام حسین روزهای بچگی بود. میگم من باشون خیلی رفیق بودم. صحبت شد، گفتن که تلفنی ظاهرن. گفتن که خانمی هستن، من پرسجو کردم، ایشونم آدم خودساخته‌ای هستن. یعنی آدمی هستن که خیلی از مسائل رو خیلی خوب درک میکنن. من میخوام با ایشون یه صحبتی بکنم. که رفتن مجوزی گرفته بودن از عمویشونشون، پدر نداشتن. کسی نمیداند چه حرفهایی بین پروین و غلام حسین رد و بدل شد. هرچه بود با هم کنار آمدند و خیلی زود عازم تهران شدند. خانواده هر دوی آنها در تهران بودند. اواسط مرداد ماه همه کارها به سرعت انجام شد و غلام حسین و پروین ازدواج کردند. مراسم بزرگی در کار نبود. هر دو می‌خواستند زودتر به جبهه برگردند. ماج خانم یه مهمونی گرفتن که یه 10 نفر 10-15 نفر خانم بودن. فقط برای همین که معرفی کنن که ایشون عروس خانواده ما هستن، بدون هیچ مراسمی. بعد ماه عسل رفتیم شمال با هم. دوشنبه 26 مرداد 1360. صبح شمال بودیم. از مسیر چالوس آمل برگشتیم تهران. منطقه خیلی شلوغ بود. مسافرت تماماً به رفت آمد انجامید. ماجرای آشنایی و ازدواج غلام حسین و پروین 10 روز بیشتر طول نکشید. اواخر مرداد دست همسرش را گرفت و با هم برگشتند اهواز. حالا حسن در جبهه خانواده ای داشت. هرچند خیلی فرصت نمی کرد همسرش را ببیند. اگه تو اهواز بود، خونه زندگیش تو اهواز بود، این به این معنا نبود که هر شب ساعت 10 شب از جبهه پا میشه میاد خونه شام میخوره. که اگه غیر زمان عملیات ها بود، هر 3 شب 4 شب 1 شب میومد خونه. اگه زمان عملیات ها بود که
سختی زندگی با آدمی مثل غلام حسین چیزی نبود که پروین از آن بیخبر باشد. آن روزها ایران پر از زنان و مردان جوانی بود که مثل پروین و غلام حسین زندگی می کردند و از زندگیشان لذت می بردند. پنجشنبه پنجم شهریور 1360، اسباب کشی کردیم و شب رفتیم خانه. اولین شب خانه بود. از فردای آن روز دوباره غلام حسین تازه داماد رفت سراغ کار جنگ و باز شد حسن باقری، با این تفاوت که حالا خانه‌ای در اهواز اجاره کرده بود و در این شهر خانواده‌ای داشت. شهریور سال 60 روزهای پرکاری برای حسن بود. همه فکر و ذکرش شده بود آبادان. همان ماه فرمانده کل سپاه عوض شد. فرمانده جدید یک دوست قدیمی بود که به حسن و دوستانش اعتماد کامل داشت. او در تبدیل غلام حسین افشردی به حسن باقری نقش داشت. همه تیر و مرداد و همهش ماه شهریور ما در اوج زد و خورد با منافقین بودیم، ولی دیگه من تحمل نکردم بیشتر از این صبر کنیم که اوضاع جبهه به این طور بشه. همون مرداد ما دیگه از دوستانو صدا زدم، گفتم که برید تلاش کنید که من فرمانده سپاه بشم. این حس یه حس تکلیف بود که با در تو با جنگ کاری کرد، که بعد که امام تصمیم گرفت و دیگه منو خواستن و گفتن ما شما رو فرمانده سپاه میخوام بکنم، چند ساعت بعد احمد آقا گفت امام سوالش اینه که ما اگه شما رو فرمانده سپاه کردیم حالا وضع اطلاعات چه میشه با توجه به مسئله منافقی؟ که من به احمد آقا گفتم که شما خدمت امام بگید من اگه فرمانده سپاه بشم، من اطلاعات بیش از این چیزی که الان هست تقویتش خواهم کرد. بعد از انتخاب محسن رضایی به فرماندهی سپاه، همه شرایط برای انجام عملیات شکست حصر آبادان فراهم شد. طرح عملیاتی حمزه با عنوان جدید سامن الائمه در دستور کار قرار گرفت. نیروهای عراقی با عبور از کارون سرزمین‌های شمال آبادان را تصرف کرده بودند. آنها بعد از تسلط بر جاده اهواز آبادان و ماهشهر آبادان، راه‌های دسترسی به شهر را بستند و آبادان را به محاصره درآوردند. دور تا دور این منطقه اشغالی نیروهای ایرانی بودند و ارتباط عراقی‌ها با نیروهایشان در غرب کارون تنها از طریق پل‌های قصبه و حفار برقرار می‌شد. قلب عملیات همین جا بود. سه محور عملیاتی طراحی شد. نیروهای تحت محاصره در آبادان دو محور را به عهده داشتند. آنها از روبرو با دشمن درگیر می‌شدند تا حرکت اصلی لو نرود، حرکتی که شبانه از سمت دارخوین انجام می شد. نیروی اصلی باید با نفوذ مخفیانه در حاشیه شرقی کارون خودش را به پلهای روی کارون می رساند و آنها را منهدم می کرد. به این ترتیب عراقی های شرق رودخانه ارتباطشان را با عقبه خود از دست می دادند و محاصره می شدند. در این وضعیت چاره جز تسلیم نداشتند. روزهای آخر همه چیز مو به مو مرور شد. شناسایی ها نقص نداشت. اطلاعات متر به متر منطقه عملیات توی مشت حسن باقری بود. عملیات بزرگ شکست محاصره آبادان با مشارکت گسترده نیروهای ارتشی و سپاه آغاز شد. حسن باقری فرماندهی عملیات در محور دارخوبین را خودش به عهده گرفت. دوازده گردان ارتشی و 12 گردان از نیروهای مردمی و سپاه دوش به دوش هم به سمت دشمن حمله ور شدند تا محاصره آبادان را بعد از نزدیک به 1 سال بشکنند. اگر عملیات موفق می شد، کار حسن باقری و دوستانش پس از 1 سال نتیجه می داد. همه چیز طبق برنامه پیش رفت. عراقی ها غافلگیر شدند و در کمتر از 2 روز جنگ را باختند. باورش سخت بود، ولی طرح نتیجه داد.
آبادان بعد از یک سال از محاصره خارج شد. حسن در عملیات سامرامه سه تا نقش مؤثر ایفا کرد. یکی اینکه کل اطلاعات عملیات سامرامه رو خب حسن در آورد که دشمن کجا هست، نقاط ضعفش چیه. نقش دوم در تحریزی این عملیات که اصلا معتقد بود که اگه ما این دوتا پول حمله بکنیم، اینا رو در کنار کارون پیش روی کنیم، به هم نزدیک بشیم، دشمن خیلی زود شکست میخوره. بعضی فرماندهانی نظر رو نداشتن، ولی بعد از عملیات ثابت شد که نظر حسن نظر درستی بوده. بنابراین در تحریزی عملیات هم مؤثر بود. مسئله سوم اینه که خودش هم بلند شده رفته پایین‌تر از رده مرکزی، اونجا یکی از این سه جبهه رو به عهده گرفته. یعنی در فرماندهی این عملیات هم، در اجرای این عملیات هم مؤثر بوده. خب این سه نقش حسن رو به یه عنصر برجسته توی عملیات تبدیل کرده. البته هنوز تا زمانی که از نزدیک همه توانایی‌های حسن را ببیند چند ماهی وقت باقی بود. بعد از پیروزی در عملیات آبادان، محسن رضایی فوراً خودش را به اهواز رساند. بعد از سامرالائمه من خودم بلند شدم رفتم اونجا. یه جلسه در گلف گذاشته بودیم. من بودم، آقا رحیم بود، حسن بود و آقای رشید. من اونجا گفتم خب حالا ما که این عملیات کردیم، عملیات بعد با دو برابر این توان وارد عمل بشیم، عملیات بعدش هم با دو برابر، و ما با دور عملیاتو به دست بگیریم. تا عراق یه جا میخوره میخواد خودش رو بازسازی کنه، ما ضربه بعدی رو با دو برابر بو بزنیم. همینطور هم شد. عملیات بعدی دو برابر این عملیات وسعت داشت و فرصت دیگری بود برای اینکه استعدادهای حسن باقری بیش از پیش شکوفا شوند. زمان مثل باد میگذشت. فقط 15 ماه تا پایان زندگی 27 ساله حسن باقی مانده بود. او در این مدت کارهای زیادی داشت که باید انجام میداد. از خون جوانان وطن لال دمیده، از ماتم سر به قدشان سر خمیده، در سایه گل قربان از این قصه خزیده.